ما امروز در آستانه 40 سالگی رخداد انقلاب ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری بهمن 57 گذشتیم. حدود 40 سال، در آستانه 40 سالگی و در 40مین سالگردی که سال آینده در واقع 40 سال از جایگزینی سیستم پسین ذیل عنوان جمهوری اسلامی به جای سیستم پیشین قرار گرفته، نوعی تبدیل، نوعی جابجایی، نوعی دگرگونی. پرسشی که امروز یک بار دیگه شایسته تأمل و توجهه این است که رخدادی که حدود 40 سال پیش برای رژیم پیشین به وقوع پیوست، آیا امکان داره برای رژیم جایگزین اون نیز اتفاق بیفته یا نه؟ آیا سیستم کنونی یک سیستم ابدی جاودانه است؟ آیا بقا و دوام ابدیش یک ضرورت یا به شدت در حیز امکان؟ شاید برخی از کسان گمان بکنند که چون سیستم کنونی متصف به صفت اسلامی یا شیعی است، همین کافی است که خداوند بقا و دوام ابدی اون رو تضمین بکنه. این گمان البته سابقه هم داره، اولین بار نیست که کسانی ممکنه دچار چنین سوء تفاهمی بشوند. یکی از نمونه های بارز موجود در تاریخ خودمون دوره صفوی است. دوره صفوی دوره است که علمای شیعی و جامعه شیعی با اتکا به روایات و احادیث هم تأسیس دولت صفوی رو به نحو متافیزیکی تئوریزه می کردند و هم بقای اون و پیوستنش رو به ظهور مهدی موعود تضمین شده می دیدند و تصور می کردند که در حالی که بعد از حدود 900 سال برای اولین بار یک دولت متمرکز فراگیر شیعی در ایران تأسیس شده، حتما و قطعا خداوند این دولت رو که دولت فرقه ناجی است، دولت مذهب حق است، بقایش رو تضمین میکنه و نهایتا شاهان صفوی به عنوان نایبان امام غایب حداقل در بعد عرفی، چون میدانی در دوره صفوی ما نوعی ساختار نیابت موازی و دوگانه داریم، یعنی فقیه، شیخ الاسلام، علما نیابت مذهبی را از امام زمان گرفتند، چنین تصور می شود، و شاهان نیابت سیاسی را، یک نوع تقسیم کار میان شاه و شیخ. شیخ نایب مذهبی امام بود، شاه نایب سیاسی امام.
و این نایب سیاسی امام قدرت رو حفظ خواهد کرد به عنوان امانتدار موقت تا روزی که بنا به اراده الهی امام زمان ظهور بکنه و شاه این قدرت رو تقدیم به صاحب اصلیش که امام غائب و مهدی موعوده بکنه. و به همین دلیل هم تو طویله شاهان صفوی همیشه دو اسب آماده زین و یراق کرده مجهز، که البته زین و یراق و همه چیزش هم از طلا بود، آماده نگه می داشتند برای اینکه به محض اینکه امام زمان ظهور کرد، شاه مثلا شاه عباس سوار یکی از اونها بشه و بعد بره به استقبال امام و اسب رو جلو بفرسته، امام زمان سوار بر اون اسب بشه و شاه بعد در رکاب امام زمان شروع بکنه به جنگیدن و فتح همه جهان و ایجاد حکومت واحد جهانی شیعی. خب می‌دانیم که برخلاف تمام اون وعده‌ها و روایات و احادیث و تفاسیر، چنین اتفاقی نیفتاد و صفویان سقوطی کردند که ظاهراً یک سقوط ناگهانی بود، ولی هر محقق تیزبین و ژرف نگری می‌داند که سقوط صفویان صرفاً معلول یک تکشورش موردی در یکی از ایالت‌های کشور یعنی قندهار نبود. قبیله قرضایی قندهار اتباع ایران بودند. این اصطلاح غلطی است که خیلی به کار میره متاسفانه، میگن حمله افغانها به ایران. حمله افغانها به ایران نبود. افغانها، قرضایی‌ها، قبیله قرضایی اتباع دولت صفوی بودند، بخشی از ایران بودند. شورش کردند، قیام کردند علیه دولت مرکزی و دولت مرکزی رو ساقط کردند. اما سقوط دولت صفوی معلول یک شورش موردی غیر منتظره نبود، بلکه نتیجه یک پروسه طولانی بود که به صورت انباشتی هرچه گذشت پایه‌های اقتدار و قدرت دولت شیعی صفوی رو سست و سست تر کرد، آنچنان که نهایتاً وابسته به یک موی باریکی شد که با یک تلنگر با شورش 20,000 نفر با کمترین امکانات مادی و نظامی و جنگی سقوط کرد. پس سیستم فعلی هم از اون سنت الهی که تبدیل ناپذیره مستثنا نیست. سرنوشتی که در حدود 40 سال پیش گریبان رژیم پیشین را گرفت باید موضوع تأمل ما بشه، به خصوص که ما در هفته های اخیر شاهد پدیده‌ای هستیم و بودیم که شاید از یک جهت بی‌نظیر بود در 39 سال اخیر، 40 سال اخیر. و اون پدیده هم این بود که تقریبا همزمان در 80-90 شهر ایران شورشی در گرفت که خیلی ها شاید انتظارش رو نداشتند. شورش گرسنگان، پابرهنگان، نه شورش مرفهان بیدرد، نه شورش بالای شهری های تهران، بچه سسول های به قول حضرات
در سال 88 بچه قرتی های شمال شهر، گرسنگان، اونم در شهرهایی که کاملا طراحان و مسئولان و مقام های امنیتی اطلاعاتی نظامی ایران رو غافل گیر کرد به اعتراف خودشون، زیرا که روی اون اطلس امنیتی که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در ایران دارند اکثر قریب به اتفاق این شهرهای شورشی وجود نداشت. یک اطلس امنیتی بر اساس شاخصها و فاکتورهای مختلف معمولا دستگاه امنیتی داره که بیشترین احتمال ناامنی و شورش رو در اون مناطق میده. اما چه کسی فکر میکرد که در ایزه، درود، دماوند، شهرهایی که بعضن بسیاری از مردم ایران قبلا اسمش هم نشنیده بودند شورشی بکنند؟ و خب نهایتا این شورش البته با به جا گذاشتن حدود 30 نفر کشته سرکوب شد. ولی آیا این پایان ماجراست یا نشانه تأمل برانگیزی است بر آغاز یک ماجرا؟ این پدیده بی‌نظیر در نوع خودش، عرض کردم تو این 39-40 سال ما مبارزه سازمان یافته با رژیم پس از انقلاب رو داشتیم، اما این شورش ها سازمان نیافته بود. مبارزاتی رو داشتیم که دارای یک ایدئولوژی مشخص، یک برنامه مشخص، یک رهبری مشخص بود، اما این شورش ها هیچ رهبری مشخصی نداشت. شورشی سازمان نیافته، خودجوش، پراکنده و وسیع. ما در سال 72-71 باز یک چنین شورشی رو داشتیم، شورش هایی که معمولا ناشی از اعمال نسخه های نولیبرالی سرمایه داری برای توسعه هست، نسخه هایی که نتیجهش حداقل در کوتاه مدت فقر گسترده، فاصله طبقاتی شدید، تورم بالا، گرانی و و و و تو اون سال منتها این شورش ها محدود می شد به چند جای معین و مشخص، 3-4 جا. اما اینکه ناگهان 80-90 شهر همزمان، البته این نشان دهنده وارد شدن یک فاکتور تازه است در جریان شورش ها و اعتراضات اجتماعی در زمان ما، فاکتوری که ما در انقلاب های موسوم به بهار عربی دیدیم، یعنی فاکتور تکنولوژی امروزی، تکنولوژی شبکه های اجتماعی و اینترنت که شرایط چنین جنبش ها و شورش های در جهان عوض کرده. و البته همیشه تکنولوژی یک نسبتی با شورش و اعتراض و انقلاب داشته است و اساساً شاید اگر تکنولوژی مدرن از قرن 18 به بعد نبود، انقلاب‌های مدرن هم امکان وقوع نمی‌یافت. کما اینکه مثلا در انقلاب مشروطیت اگر تکنولوژی تلگراف و تلگراف خانه نبود، انقلاب مشروطیت در سطح ملی امکان وقوع نداشت. یا اگر تلفن و کاست و نوار نبود، به اون سرعت و همزمان نوارهای رهبر انقلاب آیت الله خمینی نمیتوانست در سال 57 به طور گسترده در ایران توزیع بشه. تکنولوژی همیشه یه پایه تغییر و تحول تاریخی و اجتماعی بوده است و به همون نسبتی که تکنولوژی
سرعت رو در زندگی ما بالا میبره، به همون نسبت سرعت و فراگیری جنبش ها و اعتراضات اجتماعی رو هم بالا میبره. و لذا امسال ما در این شورش های شهری دقیقا نقش این عامل تکنولوژیک رو که همین موبایل ها هستن، شبکه اجتماعی و ارزم بزرگتون تلگرام و توییتر و کانال های از این قبیل رو دیدیم. خب بحثی که من دارم امشب، نمیدونم وقت زیادی هم ندارم چون به هر حال برنامه مراحل مختلفی داشته، من سعی میکنم خیلی خستتون نکنم. اوایل انقلاب از خیلی ها میشنیدیم، از علما، سیاستمداران میگفتن که علل موجده هر پدیده ای علل مبقیش هم هست. من میخوام امشب مناقشه بکنم در این حرف و بگم نه، این سخن مربوط میشود به سیستم های طبیعی، ولی در مورد سیستم های اجتماعی صادق نیست. به عبارت دیگه تو سیستم هایی که ساختارشون ثابته مثل سیستم های طبیعی، علت یا علل موجده میتونه علل مبقیه هم باشه، یعنی علل مبقیه همون علل موجد است، یعنی اون علتی که باعث مثلا فرض میکنیم گرم شدن آب یا تبدیل شدنش به بخار میشه، اگر قرار باشه که دائم آب بخار بشه، آب به جوش بیاد و تبدیل بشه، دائم اون حرارته با اون مثلا درجه 100 باید ادامه پیدا بکنه، لذا علت مبقیه همون علت موجد است. اما تو سیستم های اجتماعی و تاریخی که از نوعی دینامیزم برخوردارن، الزاماً علل مبقیه همون علل موجده نیست. اینجاست که من فکر میکنم که ما هم برای تحلیل سقوط رژیم گذشته، هم برای آسیب شناسی رژیم کنونی نیازمند به یک چارچوب مفهومی و نظری هستیم، که من به طور خلاصه یک اشاراتی به این چارچوب عرض خواهم کرد، چارچوبی که به اعتقاد بنده حاصل تعامل و همکنشی ساختاری است از یک طرف و عملیات انسانی و کنشگری کنشگرانه، یعنی در یک ترکیب فعال و زنده و دیالکتیکی میان ساختار با عملیات ایجنسی کنشگری، نتیجه سیستم ها مشخص میشه. اگر من بخوام یک اشاره‌ای به همون آیاتی که ابتدا عرض کردم بخونم، با تسامح میگویم که اون سنت الهیه که قانونمندی ساختار اجتماعی و حاکم بر تاریخه یه وجه بشه، و اون آدم ها، اون الذینه که حالا میتونه نعمت رو به نقمت تبدیل بکنه یا برعکس میتونه استبداد رو تبدیل به آزادی بکنه، اون هم یه بخششه. و دیالکتیک این دوتاست، دیالکتیک این دوتاست یعنی چی؟ یعنی جامعه و تاریخ نه یک منطق جبری داره آنچنان که جبرگراهای قدیم و جدید گفتند و میگوین، حالا چه به صورت جبر الهی که حنابله و اشاعره در گذشته مطرح میکردن، چه به صورت جبر دترمینیستی مثلا اکونومیستی و اقتصادگرایانه که اکونومیست ها میگویند، نه جبر از هر نوعش، نه هم تفویض به معنی اختیار بی بندوبار و بی قاعده و بلهوسانه آدمیان. خیر، دیالکتیک این دوست، دیالکتیکی که امروز به خصوص در نظریه های جامعه شناسی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته، یعنی برخلاف
سه چهار دهه گذشته که جامعه شناسان و از جمله جامعه شناسان تاریخی یا کاملا ساختارگرا بودند و عملیات انسانی رو نمیدیدند، یا کاملا کنشگرا و کنشگرگرا و ایجنتگرا بودند و ساختارها رو نمیدیدند. امروز توی جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی گرایش مسلط و غالب این است که ما یک در واقع ترکیب خلاق و پویایی از هر دو داریم. توی نظریات کسانی مثل پیر بوردیو، مثل مثلا آنتونی گیدنز، اینا سعی میکنن که در واقع یک چارچوب مفهومی و نظری بسازن که هم ساختارها رو ببینه و هم نقش عامل انسانی را. همچنان که سقوط رژیم گذشته هم محصول و نتیجه چنین دیالکتیکی بود، یعنی ما سقوط رژیم گذشته را من از نظریه های توطئه که واقعا نظریه های بیمارگونه است اساسا ذکر نمی کنم. اون یه نوع بیماریه، حالا فرقی نمی کنه. این بیماری شاه ممکنه این بیماری رو داشته باشه، ضد شاه هم داشته باشه، یا امروز مخالفان جمهوری اسلامی ممکنه این بیماری رو داشته باشن، طرفداران حزب اللهی سفت و سخت جمهوری اسلامی هم ممکنه این بیماری رو داشته باشن. متاسفانه این یک بیماری است که خیلی وقتا جنبه ملی هم پیدا میکنه، یعنی تبدیل میشه به یک عنصری توی کاراکتر ملی بسیاری از ما. در رژیم گذشته دقیقاً همین مسئله بود، یعنی سقوط رژیم گذشته حاصل تعامل دیالکتیکی ساختار و عملیاتی بود که در یک ترکیب کلی اون رژیم رو به سقوط کشوند و رو به اضمحلال برد. امروز هم همون قاعده پابرجاست. سیستم ها یک قانونی در سیستم های تاریخی و اجتماعی وجود داره و اون این که سیستم ها شرط بقایشون امکان انطباق خلاق با محیط داخلی و محیط خارجیشون هست. یعنی اگر سیستمی امکان انطباق خلاقش رو از دست بده با محیط داخلی و خارجی خودش، وضعیتش یه وضعیت به اصطلاح آناکرونیک میشه، یعنی گرفتار نوعی آناکرونیزم میشه. آناکرونیزم یعنی نوعی زمان پریشی، نوعی بیگانگی با زمان و تاریخ و موقعیت در حال تحول اجتماعی و تاریخی. محیط داخلی سیستم رو من جامعه میگیرم و اصطلاحاً بهش میگم زیست جهان. زیست جهان سیستم سیاسی و حاکم با این زیست جهانی که در ایران وجود داره چه نسبتی داره؟ اینجا من یه مقدار نظری در واقع دارم به مباحثی که هابرماس مطرح میکنه. یعنی اینکه زیست جهان یعنی جهان زندگی مردم، جهان زندگی مردم با تمام تنوع و تحول و دینامیسمش. مردمی هم که میگیم یعنی گروه های اجتماعی، قشرها و طبقات مختلف، چه زنان، چه کارگران، چه معلمان، چه دانشجویان، چه روشنفکران، چه شهریان، چه روستاییان، چه طبقه متوسط، چه فرودستان و زحمتکشان و و و مجموعه اینها زیست جهانی رو تشکیل میده که این زیست جهان رو نمیشود مقهور و محکوم سیستم کرد. خصلت زیست جهان ها به تعبیر هابرماس دینامیسمشون هست، پویاییشون هست و تنوعشون هست. این خیال خامی است که امروز
تو جوامع در حال تحول قرن 21 کسی فکر بکنه که میتواند سیستمی ایجاد بکنه که این سیستم بتواند زیست جهان رو مهندسی بکنه. این غلطترین حرفی است که متاسفانه خیلی وقتها از زبان رهبران و مقامات جمهوری اسلامی ما میشنویم. حتی شورای انقلاب فرهنگی سالهاست ذیل یک اصطلاح میخواد مهندسی فرهنگی بکنه دانشگاه ها رو، جامعه رو. ببینید اصطلاح مهندسی فرهنگی از مغزی در میاد که پیچیدگی و تنوع و تحول زیست جهان امروزی بشر رو درک نکرده. تجربه شوروی رو ببینید، تازه تجربه شوروی سیستمش آنچنان خوب کار میکرد، آنچنان بوروکراسیش و پولیت بروش و آپاراتچی های حزبیش و دانشمندانش به لحاظ علمی پا به پای غرب رقابت میکردن. تعارف نداریم، شوروی تا آخرین سالها واقعا ابرقدرت برابر بود با آمریکا به لحاظ علمی، به لحاظ نظامی، به لحاظ قدرت کلان اقتصادی و خیلی جنبه های دیگه. اما اون شوروی با اون سیستم بسیار پیچیده دقیق علمی توتالیتر منظم منسجم واقعا سیستم بود، واقعا سیستم بود. این که حالا در ایران چقدر ما سیستم داریم یا نداریم اون یه بحث دیگه است، چون در ایران ما سیستمی داریم که خیلی وقتها عناصر درونیش ضد سیستمی هست، یعنی یه سیستمی است که به قدری خلل و فرج داره، به قدری شکاف و تناقض داره که گاهی انسان احساس میکنه که ساختار سیاسی ایران یه ترکیبی است در واقع از خیلی از عناصر، یعنی نمیشه به راحتی او رو با یه مدل خاص تحلیل کرد. گاهی حتی عناصر فئودالی هم، نوعی فئودالیسم سیاسی هم تو این سیستم میبینیم، چون اگه عناصر فئودالی تو این سیستم نبود اون موقع امام جمعه فلان شهر برای خودش حکومت مستقل تشکیل نمیداد توی خراسان مثلا که بگه من اجازه نمیدم فلان کار بشه یا نشه، علارغم تصمیم گیری که مثلا در مرکز صورت میگیره. خب این یک رفتار فئودالیست دیگه. در این حال در کنارش عناصر به شدت استبدادی و سرکوبگر هم میبینیم، ولی به هر حال سیستم ها از جمله سیستم بسیار توتالیتر و قدرتمند شوروی نمیتوانند و نتوانستند زیست جهان رو مهندسی بکنند، زیست جهان رو کنترل بکنند. خب حالا اینجا شرط بقای سیستم ها چیه؟ شرط بقای سیستم ها این است که از آنچنان پویایی برخوردار باشند که بتوانند با پویایی زیست جهان دائم انتباه بکنند. به میزانی که سیستم ها ناتوان میشن از تطابق خودشون با این تغییرات و تحولات با جامعه و زیست جهان در تناقض قرار میگیرن و این تناقض و تضاد اگر حل نشه و رفع نشه نهایتاً در جنگ زیست جهان و سیستم این سیستمه که فرو میپاشه و شکست میخوره. در دوران پیشامدرن که جوامع مثل امروز با هم پیوستگی نداشتند، سرایت پذیری، اصل سرایت پذیری اینقدر قوی نبود، عصر انتقال اطلاعات و پیام ها اینقدر سریع نبود، تحرک اجتماعی یا اصلا وجود نداشت یا بسیار کم وجود داشت، گسست نسل ها و گردش نسل ها و شکاف نسل ها یا اصلا وجود نداشت یا خیلی کم وجود داشت. تا اینکه دورانی که شکاف نسلی، گردش نسلی، شما ببینید امروز پدران با فرزندانشون چقدر میتونن گفتگو بکنن اگر پدری باشه که سعی نکرده باشه خودش رو روزآمد بکنه با فرزندش، بیگانه میشن از هم، بیگانه میشن.
سیستمی که زیست جهان رو در نیابد، زبان اون رو نفهمه، خودش رو متناسب با تحولات اون متحول و متبدل نکنه، از زیست جهان بیگانه میشه، زیست جهان از اون بیگانه میشه. بیگانگی، نارضایتی، خشم و در یک موقعیت مناسب شورش، قیام، انقلاب. لذا سیستم موجود با این زیست جهان متحول چه کار میتونه بکنه و چه کار باید بکنه؟ آیا اصرار بر موقعیت متسلب، تکیه به عناصری که تاریخ مصرفشون گذشته، حالا این عناصر میتونه عناصر ایدئولوژیک و گفتمانی باشه، میتونه عناصر نخبگی باشه، میتونه عناصر سیاسی باشه. چون ببینید یک سیستم تشکیل شده، لایه‌های مختلفش از ساختارها و مبانی و زیربناهای معرفتیش و گفتمانیش و بعد استراتژی‌ها و سیاست‌هاش و بعد آدم‌هاش، نخبگانش، بازیگرانش و بعد هم اعمال و رفتارش. گاهی تغییر زیست جهان اونقدر اندکه که شما با تغییر موضعی عملی و رفتاری میتونید به اون انطباق برسید و شکاف و تضاد رو پر کنید. تغییر رفتار، گاهی این تغییر رفتار کافی نیست، باید نمادهایی که، شخصیتهایی که سمبول اون رفتارم هستن عوض بشن. یعنی آدمهایی که یادآوری میکنن به مردم یه موقعیتی رو که دوران سپری شده، اونو باید شما عوض کنید. اگه اصرار بکنید بر آدمهایی که دورانشون تاریخاً به سر رسیده، بخواید لجبازی بکنید با مردم، لجبازی بکنید، لجبازی کردن با زیست جهان و مردمی که زندگیشون دستخوش تحول شده از نظر فکری، از نظر ارزشی، سطح انتظاراتشون تغییر کرده. اینجا یک تحلیل دیگری هم من چون وقت ندارم اگه وارد بکنیم، یعنی تحلیل نظریه محرومیت نسبی در انقلابات، که یک بحثیست، نظریه پردازانی سعی کردن که با نظریه محرومیت نسبی انقلابها رو توضیح بدن، شورشها رو، کنشهای جمعی انقلابی رو توضیح بدن. به طور خلاصه تا اونجایی که به عملیات و ایجنسی مربوط میشه نه به ساختار، یعنی این که شما وقتی با جامعه روبرو میشی که این جامعه یک انتظارات ارزشی پیدا میکنه یا داره و بعد یک در واقع موقعیت و شرایط بالفعل ارزشی داره که بین اون شرایطی که داره با اون انتظاراتی که داره شکاف و تضاد میفته، احساس محرومیت میکنه. اینو بهش میگن محرومیت نسبی. به همین خاطر هم هستش که صرف فقر و تبعیض و استبداد و این حرفا عامل شورش و انقلاب نمیشه. فقر و تبعیض و نابرابری و ستم موقعی عامل انقلاب و شورش میشه که مردم در آگاهیشون و احساسشون دریابن که شایسته زندگی بهتری هستن، شایسته دستیابی به اون انتظارات هستن و آنچه که در حال حاضر وجود داره دون شأن اوناست، دون شأن اوناست.
حالا این دونشعنی میتونه شامل خیلی چیزا بشه. این دونشعنی میتونه شامل تحقیری بشه که نسبت به مردم میشه، یعنی استخفاف. نخستین عامل فرعونیت زیربنای روانشناختی استضعاف استخفافه. قرآن کریم اونجایی که راجب فرعون سخن میگه، میگه که فاستخف قومه فاطاعوه، قومش رو استخفاف کرد. استخفاف نوعی استضعافه. اصطلاح استضعاف و مستضعف اصطلاح خیلی غنی و وسیعی است که البته بعد از جنگ و دوران تعدیل ساختاری و اتخاذ الگوهای نولیبرالی در اداره جامعه سعی کردن این واژه رو بزنن کنار و مثلا واژه اقشار آسیب پذیر بذارن به جاش، انگار که ما دیگه مستضعف نداریم، چون واژه مستضعف نشاندنده یک رابطه نابرابره دیگه. خب وقتی شما واژه مستضعف رو داشته باشی، اصطلاح رو داشته باشی، یعنی هنوز یک رابطه نابرابر دارید بین قشرها و طبقاتی که مستضعفند و لابد هر جا مستضعف باشه مستکبرم هست. اما ما حاکمان که دیگه مستکبر نیستیم که، ما دیگه همه خادم مردمیم. خب پس دیگه مستضعف هم نداریم، حالا اخشار آسیب پذیر داریم. اما اصطلاح استضعاف که ابعاد مختلفی داره، یعنی هم استضعاف فکری داریم که دکتر شریعتی بهش میگفت استحمار، استضعاف فکری، هم استضعاف سیاسی داریم، استضعاف قدرت که استبداد میشه، هم استضعاف طبقاتی داریم که بهش میگن استثمار. خب اما استخفاف هم داریم، یعنی یک جامعه ای که گفتمانش، فرهنگش، ایدئولوژیش داره به اون میگه که تو انسان با کرامتی هستی، تو باید شهروند باشی، تو باید انسانی باشی که حاکمان بهت احترام بگذارن. وقتی حاکمان میان میرن بالای منبر پشت تریبون، از موضع بالا مردم رو تحقیر میکنند، خس و خاشاک میشن مردم، میکروب میشن، نمیدونم بز و گوسفند و گوساله و این اصطلاحات که به کار میبرن. این تحقیر، حالا این تحقیر گاهی تحقیر بیانیست، گاهی تحقیر ساختاریست. تحقیر ساختاری، استخفاف ساختاری. استخفاف ساختاری یعنی چی؟ یعنی که مردم برای زندگی روزمرهشون دائم ناچار میشن که شخصیتشون رو زیر پا له بکنن، تو بوروکراسی پیچیده دائم شخصیتشون محکوم و ملکوک میشه، تو روابط اقتصادی دائم شخصیتشون خورد میشه، دائم تحقیر میشند. و این مردم اون موقع در حالی دارن تحقیر و استخفاف میشن و نفی کرامت میشن که در معرض جریانهای ایدئولوژیکی و فرهنگی و آشنا با گفتمانهایی هستن که اون گفتمانها به اونها میگوید که سطح انتظارات ارزشی شما در بعد کرامت اینه، این باید باشه. و بعد این مردم وقتی موقعیت ارزشی خودشون رو با اون سطح انتظارات ارزشی که حالا فهمیدن مقایسه میکنن، یه فاصله عظیم، یه شکاف بزرگ میبینند. و این شکاف بزرگ انسانها رو به شورش وامی داره، انسانها رو به شورش وامی داره. ولی واقعیت این است که تو جامعه ما به قدری عوامل، اعم از استخفاف، استبداد، استثمار، تبعیض سیستماتیک، فاصله و شکاف عمیق و وسیع میان زیست جهان و جهان وجود داره، به سیستم وجود داره، که گاهی ما به جای اینکه بپرسیم مثل مثلا تد رابرت گیر تو اون کتابش میگه، مینویسه که چرا انسانها شورش میکنند، چرا انسانها شورش میکنند، ما باید بپرسیم چرا انسانها شورش نمیکنند. گاهی میگن ملت نجیب ایران. این کلمه نجیب بعضی موقعا توی بافتهایی که به کار میره خیلی توهین آمیزه، خیلی توهین آمیزه. و این توهین گاهی در قالب حکایتها و ضرب المثلها و قصه های طنزآمیز، طنز تلخ،
توی محاوره ها و ادبیات عامیانه هر روز ما میشنویم مردم نجیب. مردم نجیب تعبیر بدی است برای مردمی که در شرایط خفتبار، ظالمانه، استبدادی و ناعادلانه به سر میبرن اما همچنان تحمل میکنند. تحمل میکنند. لذا این موقعیت یه موقعیت در واقع بسیار بحرانی نیست. واقعیت این است که امروز من صریح بگم سیستم جمهوری اسلامی در بحرانه. فکر میکنم احتیاجی هم به استدلال نداشته باشه این گزاره. این سیستم در بحرانه، ایران در بحرانه. میشود این بحرانها رو فهرست کرد از بحرانهایی که جلو چشممون داریم میبینیم تو خوزستان، تو سراسر ایران، تو زاینده رود، بحرانهای زیست محیطی و اکولوژیک، از این بحرانها بگی تا بحران فقر و بیکاری که تو این حدود 100 شهر یه نسبت معنادار و مستقیمی بود بین شورش ها و نرخ بیکاری تو این مناطق طبق آمارها، نرخ بیکاری. و جالب اینه که این شهرها از جمله شهرهایی بودن که بیشترین شهید رو در انقلاب و جنگ دادن، چون انقلاب مستضعفین بود دیگه. نه این درود و این لرستان قهرمان، این لرهای با غیرت تو جنگ خیلی شهید دادن. این شهرهای کوچک اطراف اصفهان، این لنجون و قهدریجون و اینها خیلی شهید دادن. یه نمونه شهید یوسفیه دیگه. همین شهرهایی که یک زمانی برای دفاع از این سرزمین و آب و خاک و انقلاب و شرافت خودشون جوانانشون فرستادن، خب حالا وقتی که با بیکاری تحقیر میشن. و جالب اینه که اکثریت اینهایی که اومدن به خیابون جوان بودن و جوان تحصیل کرده. جوان تحصیل کرده در یک شرایط بحران بیکاری زودتر به تضاد میرسه. توجه میکنید؟ زیرا که سطح انتظارات ارزشیش با موقعیت ارزشی که درش سلامات باشید. اختلاف، احساس اختلاف میان وضعی که وجود داره و وضعی که باید وجود داشته باشه برای جوانان تحصیل کرده با تحصیلات دانشگاهی، اونم تحصیلات به اصطلاح پست گریجوییت، یعنی تحصیلات بالای لیسانس، طبق آمارهای رسمی که داده شد وزارت کشور داد، متوسط تحصیل کردگان تحصیلات عالیه یعنی فوق لیسانس و دکتری که در این شورش ها شرکت داشتند از متوسط تحصیلات عالیه در کل کشور بیشتر بود. یعنی یه چیزی حدود 51%، 52% بالای لیسانس اینها به اصطلاح تحصیل کرده بود. خب بحران های مختلف، بحران بیکاری، بحران رکود، بحران فقر، فقر گسترده، بحران حاشیه نشینی. ما گاهی کم کم اونقدر این حس انسانیمون متاسفانه در تحریک دائمه که از کار میفته. یعنی یه عضو حسی رو وقتی شما زیاد تحریک بکنی از کار میفته دیگه. عین این که مثلا یه دستی اگر مثلا فرض میکنیم تو آب یخ بره سریع احساس یخ میکنیم، مثلا سردمون میشه، میاریم بیرون دستمونو. اما اگر زیاد بذاریم تو این یخ دست بی‌حس بشه دیگه احساس سرما نمیکنیم. خیلی وقتها یه چیزای عادی میشه برای ما، این فجایعی که هر روز ما جلو چشممون داریم میبینیم سر این چهارراه تو این خیابونا، این فجایعی که ما در طول این سالها دیدیم، اون دستفروش بیچاره، اون زن بیچاره شمالی،
که به خاطر سیر کردن شکم خودش و بچه‌هاش اونجوری باید مورد حمله چماقدارای شهرداری قرار بگیره. این بچه‌ها، این دختر بچه‌ها، این پسر بچه‌هایی که سر چهارراه می‌بینیم تو تابستان و زمستان، این جمعیت حاشیه نشینی که امروز حدود 14-15 میلیون جمعیت ایران حاشیه نشینه، و بعد این هممیهنان فقیر و گرسنه بلوچ ما که از سیستان و بلوچستان مهاجرت میکنن برای اینکه از گرسنگی فرار بکنن، میرن به سمت خراسان، میرن به سمت مشهد، و بعد مرجع تقلید ما واشیعیان واشیعیا بلند میکنه هشدار انذار که آی توته توته چی شده؟ عربستان و وهابیا توته کردن مشهد رو سنی بکنن. باور کنید گاهی من به قدری شرمنده میشم و گاهی از شیعه بودن خودم شرمنده میشم، از مسلمان بودن خودم شرمنده میشم، که پاپ مسیحی رو میبینم که چگونه همدردی میکنه با مهاجران و پناهجویان و گرسنگان صرف نظر از دین و مذهبشون. پیام صلح و دوستی و عدالت داره منتقل میکنه به تمام جهان، و بعد رهبران مذهبی شیعه ما در قم هنوز در چارچوب تنگ فرقه خودشون زندانی هست، حتی هموطن ایرانی گرسنه خودشون رو نمیبینند. این بحران ها بحران اخلاقی، بحران فروپاشی خانوادگی، بحران اعتیاد، بحران فرار مغزها، بحران فاصله طبقاتی، فاصله زشت طبقاتی که ما داریم میبینیم هر روز توی خیابونها، بحران فساد ساختاری و فراگیر از فرق سر تا ناخن پا، از درون بیت رهبری بگیر برو تا همه جا، فساد دستگاه قضایی، توکویل در اون رژیم پیشین و انقلابش درباره انقلاب فرانسه میگه آخرین نهادی که فاسد شد و اولین جرقه انقلاب فرانسه رو زد دستگاه قضایی فرانسه بود. تو انقلاب مشروطیت ما هم یکی از عوامل مهم انقلاب که بعد تو شعار عدالت خانه خودش رو نشون داد فساد دستگاه قضا بود، چه قضای شرعی چه قضای عرفی. دستگاه قضایی که خودش فاسد بشه هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. و بعد سلامت و سالم کجاست که از اون نقطه باید شروع کرد برای مبارزه با فساد؟ کجا واقعا؟ آیا ما در یک سیکل معیوب قرار نگرفتیم؟ آیا در یک لوپ، در یک مدار بسته؟ من وقت ندارم متاسفانه که بگویم عناصری که در سالهای گذشته تو سیستم بودن و هنوز وفادار بودن به میراث شهیدان، هنوز آرمان خواه بودن، هنوز فراموش نکرده بودن عدالت و آزادی و این ارزش‌هایی رو که در سال 57 مردم به خاطرش جنگیدن و بعد توی سیستم بودن و بعد میخواستن سیستم رو اصلاح بکنن، توی نهادهایی که نامشون نهادهای مردمی کمک به محرومینه، من نام نمیبرم فعلا، خود من شاهدش بودم که این برادر ما که تو اونجا مشغول خدمت بود، نه الان، 20 سال پیش، حالا که دیگه اصلا کار از دست در رفته، به اندازه بیش از نیم متر سند از زمین به بالا من دیدم دست این برادر، همه فساد، دزدی، غارت. از چیا؟ از محرومین، اونجایی که باید امداد بکنه به فقرا و محرومین. فساد و دزدی و غارت، سفره پهنی که مغولوار انگار که این کشور رو فتح کردن و حالا این غنائمه باید بین خودشون تقسیم بکنن، نگاه غارتی، ایلغار مغول. و بعد این بنده خدا به دلیل اینکه اون وفادار بود به میراث شهیدان راه افتاد که بره تو سیستم دنبال بکنه تا بلکه اون جایی که نهایتاً باید رسیدگی بکنه رسیدگی بکنه. میدونید آخر به کجا رسید؟
از اونجایی که شروع کرد رفت یک دوره بسیار قمری زد، از اون بالا رفت تا اون رأس، بعد دوباره اومد پایین. آخرش به کی معرفی کردن که باید رسیدگی بکنه؟ به خود همون دزده، به خود همون غارتگره معرفی شد که بره نزد اون این فساد و دزدی رو حل بکن. راحت ناامید شد، گذاشت کنار، رفت، گفت حداقل من اگر نمیتونم این دستگاه رو اصلاح بکنم خودم رو نجات بدم، چون موندن خودم تو این دستگاه نتیجه جز فاسد شدن خودم هم نداره. چون شما به هر حال توی نهادی، توی سیستمی دیگه رستید، یا باید بجنگید اصلاح بکنید اون سیستم رو، یا اگر نتونید اون سیستم رو، سیستم فاسد رو اصلاح بکنید و بمونید توش، به تدریج ادغام میشید، جذب میشید تو اون سیستم، شما خودتونم فاسد میشید. حداقلش اینه که آدم اونجا دیگه خودشو نجات بده. خب این بحران ها که من وقت ندارم باز بکنم، بحران های سیستمی است که امروز ما با شروع هستیم. میخواد چیکار بکنه؟ این پرسش مهمی است. میخواد با این بحران ها چیکار بکنه؟ دو راه بیشتر وجود نداره. یک راه این استش که همچنان این سیستم به تسلل خودش ادامه بده، تحول زیست جهان رو نبینه. جامعه ایرانی امروز متحول شده، زنان ما امروز متحول شدن، جوانان ما امروز متحول شدن، قشهای مختلف جامعه ما متحول شدن به موقعیت امروزی خودشون و به اون سطح انتظارات ارزشی خودشون واقف شدن و این تفاوت رو دارن میبینن. به خصوص تو جهان جهانی شده و گلوبالیزه شده امروز که دائم میبینند. خب اصلاح طلبان در اون سیستمی توی دوره‌ای سعی کردن که اصلاحات بکنن، اصلاحات امید محور، اما این اصلاحات امید محور نتیجه نداد. اصلاحات امید محور الان منتقل شدن به یه گفتمان دیگری که من اسمشو میذارم اصلاح طلبی ترس محور. ببینید این یه نوع عقب رفته دیگه. توی دوره اصلاحات، 8 ساله اصلاحات، اصلاح طلبی امید محور بود. یعنی به مردم میگفت بیاید کمک کنید، رأی بدید که ما اصلاحات بکنیم. این چشمنداز امید هم هست که از این وضعیت خارج بشیم، وضعیت بهتر بشه. امید میداد به مردم که امیدی هست در این دورنما. حالا که این امید از دست رفته، اصلاح طلبی شده ترس محور. یعنی برای اینکه حمایت بکنن از گفتمان اصلاح طلبی، دائم میترسونن مردم رو. من کاری ندارم که آیا این ترس چقدر واقعیه، چقدر واهیه، فعلا وارد اون بحث نمیشن، ولی واقعیت اینه که الان گفتمان اصلاح طلبی ترس محور شده. یعنی از ترس سوریه این نشدن، خب تا کی میشه ادامه داد؟ شاید یکی از عوامل این شورش ها عبور از هر دوی این گفتمان اصلاح طلبی امید محور و ترس محوره. رسیده به نوعی کنشگری استیصال. ببینید وقتی استیصال پیش میاد، آدم مستعصل خودکشی میکنه دیگه. نه، مردی که شرمنده زن و بچهشه و زن و بچهش باید شب گرسنه سر به زمین بذارن و هیچ راه دیگری سراغ نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، منفعله، شخصیتش درون کیفره، به تعبیر عرضم به حضورتون روانشناسا دو نوع شخصیت رو از هم تفکیک میکنن، شخصیت درون کیفر و شخصیت برون کیفر. شخصیت درون کیفر، اینترا پیونیتیو، شخصیتی است که به اصطلاح وضع بد خودش رو با مجازات خودش پاسخ میده، خودکشی اوجشه. درون ریزی، این که ما خودمون رو سرزنش میکنیم، ما میگیم خودمون بدیم، خودمون مقصریم. وقتی میگیم خودمون مقصریم، خودمون بدیم، خودمون رو تنبیه میکنیم، سرزنش میکنیم، این خود تخریبی ایجاد میکنه، شورش نمیشه، اعتراض بیرونی نمیشه. در مقابل شخصیت در واقع اکسترا پیونیتیو، یعنی شخصیت به اصطلاح برون کیفر، شخصیتی که وقتی با یه تضاد روبرو میشه، این مجازات و کیفر رو متوجه بیرون میکنه.
و عالی ترین مجازاتی که متوجه بیرون میشه مجازات مردم انقلابی است علیه یک سیستم فاسد. سیستم فاسد رو مجازات میکنن. با چی مجازات میکنن؟ با نفی اون، با بکنار زدن اون. خب وقتی کسی خودکشی میکنه یعنی مستاصل شده، منتها خب این استیصال توی شخصیت درون کیفر منجر به خودکشی شده، ولی تو شخصیت‌های برون کیفر منجر به شورش میشه. شما مردمی که مستعسل میشند یعنی دیگه نه امید دارن نه ترس دارن، ترسو میذاره کنار، آنچنان شرایطی سخت میشه که برمی آشوبد. اما خوشخیالی است اگر تصور بکنیم این شورش ها سازمان نداره، رهبری نداره و و و و پس مشکلی نیست. نه، اتفاقا شاید شورش هایی که در گذشته در دهه اول و دوم سازمان های مشخص سیاسی، حالا چه شورش های برانداز چه شورش های اصلاح طلب مثل جنبش سبز، اونها شورش هایی بودن، اعتراضاتی بودن که اتفاقا یا راحت میشد سرکوبشون کرد یا راحت میشد باشون مذاکره کرد. جنبش سبز رو میشد باش مذاکره کرد، رهبرانی داشت، آقای مهندس موسوی بودن، آقای کروبی بودن، میشد باشون مذاکره کرد، نماینده مشخص داشت، قابل مذاکره بود. اعتراضات قبلی هم تو دهه اول، اعتراض سازمان‌های سیاسی هم، اونها مذاکره هم اگر نمیشد میشد سرکوب بشه، شناسایی بشه. ولی شما یه چنین شورش سازمان نیافته خودجوش رو نمیتونید باهاش مذاکره کنید، نمیتونید سرکوبش بکنید. سرکوب حل نمیکنه، سرکوب مقاومت رو نهادینه میکنه، کمونه میکنه، تقویت میکنه و سرایتش میده. این موجی که خیلی هم دیر شروع شد اتفاقا، من پیروز یک جایی گفتم توی مصاحبه گفتم که چاپ نمیکنن البته روزنامه، که میدونید این حرفا رو چاپ نمیکنن، منم که عادت ندارم با بی بی سی و نمیدونم وی او ای اینا مصاحبه کنم. گفتم که این موج سبزی که راه افتاد در سال 88، سال 89 90 خیلی ها منتظر بودن که پشت سرش موج آبی را بیفته. آقای احمد توکلی تو سایت الفش، نیروهای امنیتی نظامی اطلاعاتی همه منتظر موج آبی بودن. موج آبی یعنی موج گرسنگان، موج بیکاران، موج پابرهنگان. ولی دیر شد اتفاقا. چرا دیر شد؟ چون دوباره سال 92 یه امیدی به مردم داده شد و جامعه احساس کرد که خب، مخصوصا که از اون شرایط سخت دوران تحریم و احمدی نژاد هم داشت با فرجام با برجام عبور میکرد، با امید این که شاید اتفاقی بیفته. ولی وقتی که اتفاقی نیفتاد و بعد در دوره دوم هم ما دیدیم که متاسفانه اعتدالگرایان ما و اصلاح طلبان ما عملا محافظه کار شدند، یه نوع اصلاح طلبی محافظه کار که اصلا معلوم نیست چی رو میخوان اصلاح بکنند، چی رو میخوان اصلاح بکنند. خب اینجاست که اون موقع دیگه ناامیدی و استیصال. لذا یا سیستم به همین رایی که تا به حال داشته ادامه میده به این تسلب، تسلبی که گاهی اصرار میکنه آدمهای بازنشسته 80 و 90 سال رو مستقیم بکنه تو چشم مردم، میدونید؟ یعنی تحقیر مردم، توهین مردم. یه پیرمردی که راحت حرفم نمیتونه بزنه اینو میاره در رأس نهادهای مهم تصمیم گیری میذاره برای که با مردم لجبازی بکنه. خب به این تسلب ادامه میده، نتیجه چی میشه؟ سرکوب جواب میده. تحلیل غلطی که متاسفانه برخی از تحلیلگران سیستم دارن و هنوز هم دارن تو لایه های اطلاعاتی امنیتی، میدونید چی گفتن سالهاست و هنوز هم دارن میگن؟ میگن علت سقوط رژیم گذشته این بود که شاه به اندازه کافی سرکوب نکرد، اما ما شاه نیستیم به اندازه کافی سرکوب میکنیم، اگه لازم باشه 1 میلیون 2 میلیون هم میکشیم. شاه اگر میکشت هنوز حکومتش ادامه داشت. این تحلیل وارونه است، اشتباه است. اتفاقا اشتباه شاه این بود که اصلاحات را یا نکرد یا اون موقعی که خواست بکنه خیلی دیر بود، خیلی دیر بود.
شاه اگر اصلاحات رو همزمان با توسعه اقتصادی، بالا رفتن درآمد نفت تو زمینه‌های سیاسی هم شروع کرده بود، هنوز اگر خودش هم با سرطان مرده بود، پسرش داشت سلطنت میکرد تو این ایران. و بعد امروز کار سیستم برآمده از انقلاب به جایی رسیده که کسانی مثل رضا پهلوی باید به خودشون اجازه بدن و امیدوار باشن که بیان سوار یه موجی بشن و پرچم آزادی رو در مقابل حکومت ولایت فقیه بلند بکنن. خیلی دیگه این واقعا نمیدونم کمدیه یا تراژدیه. به هر حال راه دوم سیستم اینه که اگر تا الان دیر نشده باشه خودش رو انطباق بده. و این انطباق هم انطباق فقط در یکی دو مورد نیست، انطباق فقط در رفتار نیست، فقط در شخصیت ها و این چهره ها نیست، حتی به نظر من فقط در ساختارها نیست، چون بسیاری از این مشکلاتی که ما داریم در زمینه عمل، در زمینه سیاست، در بسیاری از زمینه ها متاسفانه ریشه ساختاری داره، ریشه ساختاری داره. و این ریشه ساختاری هم مبتنی بر یک گفتمانی است که این گفتمان امروز دیگه آناکرونیکه، امروز دیگه نابهنگامه، دورانش گذشته. سیستم یا خودش رو در همه زمینه ها اجتهاد میکنه، اجتهاد خلاق، و الا شما با اون فقه هزار سال پیش، فقه هزار سال پیش که بعد نتیجهش اینه که غارتگران بزرگ ملی رو آزاد میگذاره و بعد یک جوانی رو که به خاطر بیماری مادرش رفته خودپرداز دزدی کرده اعدام میکنه، یا یه جوانی که رفته دو تا گوسفند دزدیده دستش رو میبره زیر تبر قطع میکنه، اینم عدالت اسلامی است؟ اینم عدالت؟ خب معلومه که اون فقه پیشا مدرن آناکرونیک وقتی میخواد اجرا بشه نتیجه و بروندادش هم همین است که ما میبینیم، عین بی عدالتی میشه. تو زمینه‌های مختلف باید یه تحول در اصول و مبانی، یه تحول در گفتمان اتفاق بیفته و بعد بر اساس اون یه تحول ساختاری، وگرنه من فکر نمی کنم که فرجام سیستم کنونی در آینده نزدیک یا نه چندان دور بهتر از سرنوشت سیستم قبلی نخواهد بود. امیدواریم که وقت من تمامه، امیدواریم که مردم سیستم و رهبران سیستم پیش از آن که دیر بشود صدای مردم رو بشنوند، صدای اعتراضات مردم رو بشنوند، صدای تضادها و بحرانها رو بشنوند و تصمیم تحول جدی و اساسی بگیرند تا دیر نشده. و اون زمانی که به قول آقای رئیس جمهور همین دیروز گفت که در واقع اون رژیم صدای مردم رو دیر شنید و تلویحاً به مقامات عالیه و احتمالاً شخص اول کشور ولی فقیه پیام، چون واقعیتش اینه که امروز تقریباً همه میدانن متاسفانه که تو این کشور هیچ تصمیم جدی و اساسی گرفته نمیشه مگر اینکه شخص آقای خامنه‌ای و مجموعه قوایی که دور برش هستن و در رأس اونها سپاه موافق با اون باشن نباشن. باید ایشون تصمیم بگیره، به خصوص تصمیمی که میتونه آینده در واقع نه تنها نظام جمهوری اسلامی، آینده دین در این سرزمین ها. امروز دینداران ما نگران آینده دین هستند بیش از آزادی خواهان و دموکراسی خواهان ما که نگران آزادی دموکراسی هستند، و بیش از عدالت خواهان ما که نگران عدالت و رفع تبعیض و استثمار هستند، بیش از استقلال خواهان ما که نگران استقلال آینده ایران هستند. و السلام علیکم و رحمت الله.